سلام به رفقای همیشگی عصر بازی. آقا امشب بازم قرار سراغ بررسی بازی جدید شرکت کپکام بریم، شرکتی که نسل نهم رو حسابی ترکونده و حالا قرار ما رو به یه ماجراجویی جدید آنلاین به نام اکسو پرایمل ببره. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، با لایک، کامنت و سابسکرایب چنل یوتیوبمون حمایت همیشگیتون رو از ما دریغ نکنید. خب برو که رفتیم سراغ نقد و بررسی بازی اکسو پرایمل. انصافا، واقعا، وجدانا و حقیقتا کپکام در نسل نهم داره حسابی میتره. اونا با بازسازی ریمیک رزیدنت ایول 4 واقعا یکی از بهترین تجربیات ترسناک چند سال اخیر رو بهمون هدیه داد. اونا حتی با استریت فایتر 6 هم تونستن بهترین بازی مبارزه دو نسل گذشته رو هم عرضه کنن. واقعا باید به احترام این سازندگی شرقی کلاه از سر بند. حالا اونا جدیدترین بازی خودشون رو با یه رویکردی کاملا متفاوت نسبت به بقیه آثارشون به بازار عرضه کردن. میدونم الان میگید اکسو پرایمل قرار یک فرانچایز پولساز و محبوب دیگه از این شرکت باشه؟ برای پاسخ به این سوال تا آخر ویدیو ما رو دنبال کنید که حرفای زیادی برای گفتن داریم. خب اول از همه باید بگیم که اکسو پرایمل یه بازی آنلاین، اما سازنده ها برای اینکه سنت شکنی کرده باشن اومدن یه بخش داستانی جمع و جور هم به بازی اضافه کردن. ولی خب از شما چه پنهون، به درد خودشون، چون به شدت بی سر و ته، بی مقدمه و واقعا عذاب آفره. داستان بازی از این قراره که یه سری دایناسورهای جهش یافته با استفاده از ابرقدرت‌های نامشخصی قصد دارن بشریت رو نابود کنن. حالا شما و بقیه همتیمیاتون به عنوان نیروهای شرکت ABUS قصد دارید که جلوی این روند رو بگیرید. داستان همینه رفقا، روایت دست و پا شکسته، پایان بندی بی سر و ته و از همه مهمتر شخصیت پردازی ناقص اون باعث میشه شما هم مثل من اعتقاد داشته باشید که ای کاش اصلا بخش داستانی وجود خارجی نمیداشت. خب نباید فراموش کنیم که اکسو پرایمل یه بازی چند نفر است و بیشترین مؤلفه که امتیازدهی به اون در بخش گیم پلی خلاصه میشه. بذارید همین اول کار یه چیزی رو براتون روک و راست بگم. اکسو پرایمل زیاد خلاقیتی از خودش به خرج نمیده، یعنی سعی میکنه از بازیای چند نفره مطرح، حالا در هر سبکی، به صورت جسته و گریخته یه سری چیزها رو الهام گیری کنه. البته من بهش میگم تقلید. به خاطر همینم به محض تجربه که اولین ساعت گیم پلی بازی میتونید رگه هایی از بازی هایی مثل تایتان فال، دستینی و حتی اوورواچ رو در اون ببینید. یه چیزی که برای من خیلی عجیب بود کپی کردن بازی از محصولیه که هنوز عرضه نشد. شاید باورتون نشه، اما این اثر به طرز چشمگیری از آرمورد کور 6 میازاکی که هنوز عرضه نشده هم الهام گرفت. حالا جلوتر براتون میگم که مکانیک های بازی چیا هستن، ولی خب یه رگه هایی از خلاقیت و تنوع رو میشه در اون حس کرد. خب باید بگم که بازی یه اثر رقابتی آنلاین. این یعنی چی؟ یعنی در قالب دو گروه 5 نفره باید با همدیگر رقابت کنید. سر چی؟ آباریکن. باید برای کشتن و شکست دادن دایناسورهای بازی رقابت کنید. اما قبل از هر چیزی باید اول باز کاراکتر خودتون که ACE نام داره رو شخصی سازی کنید. من خیلی با این قسمت حال کردم. میتونید کلاس، زره و سلاحای اون رو در کنار کوله باری از ویژگی‌های قابل شخصی سازی شده انتخاب کنید. یه چیزی که خیلی برای من درباره بازی جالب بود زره ها یا لباس های کاراکتر هاست. این لباس ها اکزو سوت نام دارن و دست برگزا مهمترین تاثیر رو بر روی بازی میزن، حتی بیشتر از سلاح ها و هر قابلیت دیگه. ببینید هر اکزو سوت یه قابلیت مشخص داره. این خیلی مهمه که در تیمتون بتونید بهترین افراد رو با بهترین زره ها داشته باشید که به تناسب هر موقعیت و دایناسور بتونن کار رو براتون درک. مثلا یه اکسو سوت توانایی شلیک قدرتمند و قوی داره، به خاطر همین در مبارزه با دایناسورهای قوی جسته به کارتون. یا مثلا یه نوع دیگه درست مثل تایتان فال این قدرت رو بهتون میده که مسافت های بلند رو بپرید. یه جورایی میشه گفت که شبیه آرمورد کور 6 هم هست. زره بعدی مراسم نام داره، واقعا حیاتی رفقا. این زره بهتون کمک میکنه که به خوبی در برابر حملات دشمنا سپر دفاعی بسازید. خلاصه از این دست زره ها در بازی خیلی زیاده. نکته مهم اینه که باید مدافعم اونها رو آپگرید کنید و ارتقا بدید. البته قابلیت های جدیدتر هم در طول بازی پیش روتون قرار میگیره. اینجا من یه نقطه خیلی جدی در قبال بازی دارم، یعنی حقیقتا از کپکام انتظارش میرفتم.
چون اونا با استریت فایتر 6 هم این کار رو انجام داده بود. حالا مشکل چیه؟ پول رفقا، پول. برای آیتم های خوب و ارتقاهای شگرف بازی پول میخواید. البته اوایلش میتونید بسوزید و بسازید، اما جلوتر که میرید میبینید واقعا نمیشه. بازی از شما فقط و فقط پول میخواد. چنین توهینی به شعور مخاطبی که 60 تا 70 دلار هزینه کرده واقعا غیر قابل بخششه. تازه قضیه یه زمانی بدتر میشه که بازی حتی توی زمینه سرورها هم مشکلات زیادی داشت، حداقل برای اینترنت زغالی من که اینطور بود، اما فکر نکنم برای خارجی ها چندان توفیقی داشته باشه. اول از همه در پیدا کردن افراد بازی لنگ میزن. داخل بازی هم به شدت سرورها کم داره. به نظرم حداقل تا به روز رسانی های بعد و بهتر کردن این وضعیت باید صبر کنید. میگن عیبش که گفتی، هنرش نیست بگو. بازی در قالب یک شوتر سوم شخص خیلی خیلی خفن. سیستم شوتینگ بازی واقعا سریع و خشن طراحی شده. این خشونت و سنگینی اکشن بازی به لطف قابلیت های هر کاراکتر موجود در بازی بیشتر هم میشه. اما خوب هنر اصلیش رو سلاحای خیلی خفن و متنوع بازی به دوش میکشن. این خیلی جالبه که هر سلاح میتونه برای طیف خاصی از موقعیت ها کارایی داشته باشه. من ولی سازنده ها رو بابت طراحی چنین بازی رقابتی تیمی ستایش میکنم. یکی از معدود بازیایی هستش که پیروزی در اون به هیچ وجه با حرکات فردی میسر نمیشه. باید تیمتون خیلی هماهنگ باشه و تقسیم وظیفه کنید. مدام هم باید با هم دیگه در ارتباط باشید، چون یه تیم رقیب دیگه هم دارید و برای همین کار خیلی گره میخوره. راستی تا یادم نرفته بگم که دایناسورها هم به عنوان دشمن اصلی حسابی درد سرساز میشن براتون، خصوصا دیل و فوساروس که یه سری پرتاب های کشنده و سمی هم به سمت شما داره. بقیه دایناسورها هم مثل تیرکس به قوت خودشون در این بازی هنرنمایی میکنه. مثلا یه عده فقط کارشون اینه که نزدیک شما بشن و هر چی دم دستشون میاد رو به سمت شما پرتاب کنن، یا اینکه لهتون کنن. خلاصه که از این جهت بازی واقعا سرگرم کننده است. توی بحث گرافیک و جلوه‌های بصری من دوتا نکته خیلی مهم دارم. اول اینکه واقعا فیزیک و تخریب پذیری بازی رو دوست داشتم. انصافا برای یک بازی آنلاین رقابتی سریع و بیرحم خوب و قابل قبول بود. اما مدل سازی کاراکترها و ساختمون‌های بازی خیلی توی ذوق می‌زد. اصلا در حد یک بازی نسل نهمی نیستن. ولی با این وجود نورپردازی بازی بازم تا حدودی قابل قبول. اما خب گفتم بازی اکثر حرفاشو توی گیم پلی فقط میتونه بزنه، که البته اونم ضعف‌های زیادی داره. برای جمع‌بندی باید بگم که اکسو پرایمل بازی خوبی، اما جای کار داره. سازنده ها باید آپدیت های زیادی بدن تا بتونن مشکلات سرورها، پرداخت های درون برنامه ای رو اول از همه برطرف. بعدش هم برن سراغ ایپ های ریس و درشت دیگه، یعنی که حتی یک نسخه دیگه هم بسازن برای سالهای آینده. اما به عنوان یک تجربه چند ساعته حداقل من یکی رو که تونست سرگرم کنم. در نهایت اینکه نمره عصر بازی به اکسو پرایمل عدد 7 از 10. خوب رفقای همیشگی عصر بازی، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دمتونم گرم. تا ویدیو بعد وقتتون بخیر. خدا نگهدار رفقا.